بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم به تمام دکتر صاحبای که این لحظه ویدیو رو میبینن، آرزو دارم خوش صحتمند سر حال باشین. امروز میریم درباره یک مبحث بسیار مهم صحبت میکنیم. موضوع بحث امروز ما و شما ملاقات با یک مریض، یا یک مریض زمانی که یک ویزی داره پیش دکتر ترتیب میده، ما و شما کدام نکات را در ملاقات با مریض در نظر بگیریم و چی گونه ما و شما مریض معاینه بکنیم، چی رقم ما و شما تاریخچه بگیریم از مریض و کل اونمون مهارت هایی که برای معاینه نمودن یک مریض ضرور است به شما یادآوری بکنم. ببینین، بحث بسیار مهم است در حقیقت. ما و شما زمانی که مریض پیش ما و شما مراجعه میکنه در یک ویزیت طبی، ما اونمو شیوه و یا اونمو میتود هایی که برای انجام دادن معاینه مریض ضرور است را انجام میدیم. ببینید، بحث اصلی ما و شما درباره پرنسپل آف کلینیکل هیستوری اند اگزامینیشن است. ما درباره اونمو پرنسپ ها و یا اصول اساسی اخذ تاریخچه و معاینه نمودن مریضا یا فیزیکال اگزامینیشن، کل اونمو مهارت ها و پرانسیپ هایی که لازم است و باید در نظر گرفته شده در باره از او صحبت میکنیم. در این سلاید ما بر شما واضحا میگم که در این موضوع، در این مبحث، بحث ما و شما اول در باره managing clinical encounters with patients، یعنی ما مدیریت میکنیم یک ویزیری طبی را، یک ویزیت را که یک مریض با یک دکتر ترتیب میده، یا یک ملاقات طبی را ما و شما با یک مریض چی گونه مدیریت بکنیم. دوم، درباره منظره عمومی اخذ تاریخچه یا general aspects of history taking صحبت میکنیم. ما و شما چی گونه باید تاریخچه بگیریم از مریضا. و موضوع سومی که از این به بعد ما شما در بارش صحبت خواهد کردیم، در باره منظره عمومی اگزامینیشن است، یا در باره جنرال اسپکت آف اگزامینیشن، یا منظره عمومی یک معاینه فیزیکی را ما شما در بارش صحبت میکنیم. و کوشش ما چیست؟ اسکیل و مهارت های علمی که ضرور است یک دکتر در زمان ویزیت با یک مریض، یا در زمان ملاقات با یک مریض، یا در زمان معاینه نمودن یک مریض در نظر بگیره، اونا را در بارش تشریح بکنیم، صحبت بکنیم. ببینین، بحث اصلی ما شما در موضوع امروز ما شما در موضوع اول در باره managing clinical encounters with patients، یعنی وقتی که یک مریض یک ملاقات طبی را با دکتر ترتیب میده، ما شما چی گونه این ملاقات را مدیریت بکنیم، چی رقم منیج بکنیم. در این مبحث ما در سلایت های بعدی روی این بخش را صحبت نیم. اول خودی ملاقات طبی را در باش حرف میزنیم، بعد دلایلی که مریض پیش دکتر میاد و یک ملاقات ترتیب میده، بعد محیطی که ما و شما یک مریض ملاقات میکنیم، کلینیکال انوایرمنت رو باش صحبت میم، چی به جایگاه داشته باشن. بعد شروع ملاقات، آغاز ملاقات، اوپنینگ دی انکانتر، زمانی که مریض پیش ما و شما میاد، ما و شما چی رقمی ملاقات رو باید آغاز بکنیم. بعد گرفتن معلومات یا گترینگ انفورمیشن است که از مریض چی رقم ما و شما معلومات رو باید اخذ بکنیم. بعد درباره هندلینگ سنسیتیو انفورمیشن اند ترد پارتی هست که درباره این موضوع به خیلی محتاطانه برخورد بکنیم و باید مواظب باشیم که ترد پارتی یا اون فرد سومی که با مریض ما، باید بفهمیم که رابطش با مریض چی هست. و بعضی از رازهای محرمانه ای که وجود داره، گاهی وقتا مریض نمیتونه در حضور فرد سوم رو بگه، این قسمت رو بد ما شما مواظبش باشیم. بعد درباره خود منیجینگ پیشنت کانسرن است که درباره خود نگرانی‌های مریض درباره بیماریش ما شما باید مدیریت بکنیم. بعد شوینگ امپاتی هست که ما شما توانمندی خود جهت درک نمودن وضعیت مریض به مریض باید نشان بدیم و بفهمه مریض که ما شما وضعیتش درک میکنیم. بعد شوینگ کالچورال سنسیتیویتی هست. بعد درباره آدرسینگ پرابلم است که درباره خود پرابلم و مریض چی رقم ما شما با مریض صحبت بکنیم. و در آخر کانکلودینگ آف دی انکانتر، و در آخر ما شما ملاقات خود چی رقم جمع‌بندی بکنیم، و یا ویزیتی که ترتیب داده مریض چی گونه ما شما او را چی بکنیم، جمع‌بندی بکنیم. خب
ببینین، ملاقات طبی یا ویزیتی که یک مریض با دکتر ترتیب میده، اینه میره به نام کلینیکال انکانتر میگه. وقتی یک مریض پیش یک دکتر میاد به ملاقات یک دکتر میاد یا برای اینکه دکتر رو معاینه بکنه، اینه میره ما شما به نام ملاقات طبی یا کلینیکال انکانتر میگه. متوجه باشین که کلینیکال انکانتر هارد آف دی موست مدیکال پرکتیس هستن، یعنی اهمیتش نشان میده که قسمت مرکزی و اساسی هر پروسیجر طبی، هر پراکتیک یا هر عمل طبی چی هست. این ملاقات طبی هست. ملاقات طبی دو رقم صورت میگیره، یکی به شکل حضوری یا فیس تو فیس است که مریض به شما مراجعه میکنه و شما مریض میبینین، روبروی شما وجود داره به شکل حضوری. یک به شکل نان فیس تو فیس واقع میشه، یعنی به شکل غیر حضوری مریض پیش شما نمیاد، میتونه از طریق تلفن به شما زنگ بزنه و با شما مشوره میکنه و یا میتونه به طریق تکنولوژی یا دیجیتال تکنولوژی که امروز از طریق اینترنت است میتونه به شما مشوره بکنه و با شما ملاقات داشته باشه. از اون خاطر هر کس از شما پرسان میکنه کلینیکال انکانتر به چند شکل شما میبینید، به دو شکل، یکی فیس تو فیس هستن یکی نان فیس تو فیس هست. خب دوم ریزن یا دلایلی که یک مریض با دکتر مشوره میکنه، deciding to consult a doctor. consultation اصطلاحی که خیلی در طبابت استفاده میشه، شما میفهمین که منظورش مشوره و باید با دکتر مشوره شد. خود چیز همون یک مریض تصمیم میگره که بیاید با دکتر مشوره بکنه، با دکتر حرف بزنه. یکی ببینین، یکی از دلایلی که مریضا میخواه با دکتر مشوره بکنه preserved susceptibility or vulnerability to illness. یکی از دلایلی که مریض تصمیم میره با دکتر مشوره بکنه، درک مرضی شید یا درک به این که مشکوک شده مریض است و یا داره از یک مریضی آسیب میبینه. هرگاه مریض بفهمه که مشکوک به یک بیماری هست و مریض درک کنه که داره از یک بیماری آسیب میبینه، این تشویق میشه یا تصمیم میگیره پیش دکتر بره و با دکتر کانسلتشن یا مشوره بکنه. دومش مریض درک بکنه که سیپتومزش داره شدت گرفته، یعنی preserved severity of the symptom. خود این دکتر چی مریض درک بکنه شدت سیپتومز یا اونمو اعراض شکش ما ساین دارین که به نام علائم یاد میشه که دکتر نزد مریض رو دریافت میکنه، یافته های یک دکتر یک پزشک نزد یک مریض رو به نام ساین میگن، اما سیپتومز اعراض است، اعراض میگن آنچه که خود مریض به دکتر حکایه میکنه یا به دکتر میگوید، یعنی میگن سیپتومز. دومین دلیلی که مریض پیش دکتر میره یکی اونمو اعراض یا اونمو سیپتومز شدید شود، سیوریتیش بیشتر شود، درک بکنه که داره اینمی شدیدتر میشه، تصمیم میگیره پیش دکتر بره. دلیل دیگه ای که مریض به دکتر پیش دکتر مراجعه میکنه preserved cost of consulting، مریض ارزش مشوره با دکتر درک بکنه و زمان تصمیم میگیره که پیش دکتر بره و با دکتر مشوره بکنه. دلیل دیگه ای که دکتر مریض پیش دکتر به یک ملاقات رو ترتیب میده preserved benefit of consulting است، یعنی مریض فایده کانسلتشن یا فایده مشوره با دکتر با پزشک چی بکنه درک بکنه و یا بفهمه. اینا مریض میبره به طرفی ترتیب یک ملاقات طبی. بعض از مشوق ها یا تریگر هایی وجود داره که مریض تشویق میکنه بره پیش دکتر و به دکتر مشوره بکنه، کانسلتیشن بکنه یا ملاقات طبی رو ترتیب بده. یکی از اینا interpersonal crisis هستن، بحران های درونی خود شخص که میتونه شخص تشویق بکنه پیش دکتر بره. interference with social or personal relations میتونه اینمی ارتباطات شخصی و ارتباطات اجتماعی شخص به مشکل مواجه بکنه، مداخله بکنه به ریلیشن ها یا ارتباطات درونی، ارتباطات شخصی و ارتباطات های اجتماعی شخص آسیب ببینه، این بازم تصمیم میره پیش دکتر بره.
و یا میتونه فشار فامیل و یا رفقایش باشه، میتونه فامیل و رفقایش فشار وارد بکنه و بهش مشوره بده پیش دکتر بر از بایسی یه عرضی که نزدش پیدا شده، مثلا یک نفر در خانواده دوامدار سرفه داره، فامیل و رفقایش میتونه بهش بگوید تشویقش بکنه که پیش دکتر بره تا علت سرفه چی شوه معلوم شوه. مشوق دیگه ای که را تشویق میکنه تا یک ملاقات با یک پزشک یا یک دکتر ترتیب بده که با interference with work or physical activity، فعالیت های فیزیکی و یا فعالیت های یا انجام کار یا وظیفه شخص را به مشکل مواجه بکنه یا مداخله بکنه در انجام امور شخص و فعالیت های فیزیکی شخص. بعد reaching the limit of tolerance of symptoms و یا enemy چی هست؟ اعراض یا enemy symptoms چی هست؟ محدودیت برش وضع بکنه و نتونه دیگه او را چی بکنه؟ تولرنس بکنه، تحمل بکنه، یعنی اعراض نتونه تحمل بکنه و این خودش شخص تشویق میکنه که پیش دکتر بره و با دکتر چی بکنه، کانسلتیشن بکنه، مشوره بکنه و یک ملاقات ترتیب بده. موضوع دیگه که دربارش صحبت میکنیم درباره محیط کلینیکه، یعنی محیطی که شما یک دکتر یک مریض ملاقات میکنه یا معاینه خانه یک دکتر یا ویزیت روم یک دکتر چی ویژگی های باید داشته باشن. اول متوجه باشین ویزیت روم آرام باشه، کالم باشه، بعد یک محیط خصوصی پرایوت انوایرمنت باشه و همچنان از لحاظ نورپردازی یک محیط خوب و درست باشه. علاوه بر اون چیدمان خودی وسایل و فرنیچرها خیلی مهمه که به هر اندازه‌ای که شما یک اتاق منظم و دیکور شده خوب داشته باشین و مریض اونجا خود احساس آرامش بکنه و در اونجا نظم و انضباط وجود داشته باشه، این برای چی؟ برای این موضوع خیلی مهمه، برای جذب اعتماد مریض خیلی اهمیت داره. کوشش کنین وقتی مریض در محیط کلینیکی میه موانی زیاد بین شما و مریضتون نباشه. بعد محیطی که شما مریض معاینه میکنین باید اونمو پرایوسی و اون دیگنیتی را باید داشته باشه، باید یک منزلت، هر دکتر یک منزلت و یک مقام داره و اونمون محیطی که ما شما مریض معاینه میکنیم باید اینمی دیگنیتی و اینمون مقام و منزلت و اونمون پرایوسی را باید چی کنه؟ حفظ بکنه و داشته باشن. ببینین اینجا دو تا سلایت به شما نشان میدیم. سلایت اولی که دکتر با مریض بسیار صمیمی و چیز راحت است، مریض ببینین خنده میکنه، اسمایل داره و دکترم راحت است و بین مریض و دکتر کدام مانعی وجود نداره. کامپیوتر و دیگه وسایل در یک طرف چیده شده که نمیتونه دیدی مریض و دکتر از هم دیگه چیه مانع شده. اما این حالت دومه که در این تصویر دوم همو شخص و دکتر را نشان میده، اما در این شما میبینین که بین مریض و دکتر یک مانع، یک میز گذاشته شده که خودش یک مانع بین مریض و دکتر است و دوم دکتر به مریض توجه نداره، دکتر به تلفنش حرف میزنه، به اسکرین کامپیوترش نگاه میکنه. ببینین مریضی که در معاینه خانه یا در هر ویزیت پیش شما میاد نیاز به داره که شما جدا به اونا توجه داشته باشین، به اونا نگاه بکنین و به اونا یک ارتباط درستی داشته باشین تا اعتماد را به وجود بیاره. اگر ما شما به مریض بی‌اعتنایی بکنیم و یک برخورد سرد داشته باشیم اعتماد مریض جلب کرده نمیتونیم. زمانی که ما شما نتونیم ارتباط چی اعتماد مریض جلب کنیم، خیلی از حرفها را مریض به ما شما نمیگه و مریض به ما شما کمک نمیکنه. خب بهترین دکتر دکتری میشه که بتونه اعتماد مریض جلب کنه تا مریض آنچه را که در درونش وجود داره، آنچه را که باید به دکتر بگه، حقیقت ها را باید به دکتر بگه و همکاری بکنه. بدون همکاری مریض سخت است ما شما به تشخیص برسیم و یا تداوی نتیجه بخش داشته باشیم. خب بس دیگه ما شما opening the encounter. خب وقتی هر ملاقاتی که ترتیب میشه شروع ملاقات سخته، وقتی شما در اجتماع هم میخواین با یک نفر ببینین حرف زدن اول، ملاقات کردن اول خیلی مهمه. خب وقتی یک مریضم پیش دکتر به ملاقات با دکتر شروع کردن حرف خیلی مهمه. شما همیشه به شکل گزارش با مریض خود حرف زدن آغاز بکنین و مریض کمایی ریپورتی که شما به مریض یا گزارش که به مریض میتین نسبت به خود درباره خودتان مریض تشویق میکنه با شما چه صحبت بکنه
و اعتماد بکنم. یعنی بهترین روشی که شما همیشه دکتر مریضی که به شما میده هر ملاقات، شما اول خود بهشون معرفی بکنین، مثلا سلام، من نامم دکتر احمد افضلی هست، من متخصص داخلی اطفال هستم. ببینید این در حقیقت معلومات داره برای شما مریض داره یک مقدار اعتماد مریض جلب میکنم، مریض میفهمه که من پیش کی آمدم و با کی دارم حرف میزنم. بعد خیلی خوب است که شما برای معرفی کردن خودتان در هر محیط کاری یک بیج داشته باشین، یک آرم که در اونجا نام دکتر نوشته و او آرم بتانه خوانده شده و مریض وقتی که میاد کسی میتونه از طریق دیدن آرم میتونه شما را بشناسه و متوجه شده که با کی داره صحبت میکنه. نکته دیگه متوجه باشین وقتی مریض پیش شما میاد، فرندلی سمایل خیلی مهمه. همیشه کوشش نکنین یک فرد بسیار جدی و بدقار خود نمایش بدنه، شما کوشش کنین یک تبسمی فرندلی داشته باشین. خود این نمی لبخند و تبسم خیلی یک ریلکسیشن به وجود میاره و میتونه در ایجاد یک ارتباط به مریض خیلی کمک بکنه. موضوع دیگه دریس استایل هستن. خب شما میفهمین در هر کلچر، در هر اجتماع افراد استایل خاص خودش داره. مثلا شما میبینین که مولوی ها در افغانستان استایل خودش دارن که حمامه میپوشن، ریش دارن. مثلا ملاها، آیت الله هایی که در کشورهای اسلامی مثل ایران هستن، اونها یک استایل خاص خودش داره. نمیشه که شما یک نفر مولوی رو ببینین که میای خودشون تاش خلوصی زده باشه و موی بلند داشته باشه. اگر چنین مولوی یا چنین آیت اللهی باشه که مثل یک نفر جوانی که مویش تاش خروسی هست، خیلی استایلی مدرن و عجیب زده در مسجد، در هر جایی برو مردم به اون اعتماد نمیکنه، حجاب پشت سرش نماز شاید نخونه و یک دیدی بعدی داره. دکتر هم یک استایل خاص خودش داره. مثلا شما وقتی که در معاینه خانه میرین، اونمو چپن یا اونمو بالا پوش سفیدی که دکترها میپوشن، خب یک استایلی است که مردم میشون خب دکتر هستن یا چه هستن، اونمو کرکتر خاص خودش داره که شما میفهمین در هر محیط دکتر کرکتر خاص خودش داره که باید شما مراد بکنین. بعد اگر خانوم ها دکترهایی که خانوم هستن اکثرا در محیط کاری استفاده نمودن از جیولری چس نپوشن یا به اونا توصیه میشه که ابوج هنج جیولری کسن، یعنی از انگشتر و ساعت و یا چیزی که دستشان هست میگن خودداری بکنه و از اون استفاده نکنه. موضوع دیگه متوجه باشین وقتی یک دکتر با یک مریض صحبت میکنه، موضوع صحبت کردنش نظر به آدمای متفاوت فرق مونه، نظر به سند افراد، طرز برخورد شما فرق میکنه، نظر به بک‌گراند روی اشخاص، نظر به کلچر یا اونمو انعناتی که در یک محیط وجود داره. مثلا یک طفل اگر پیش شما میاد، کسی لازم نیست شما خیلی جدی کسی با مریض صحبت کنید، با طفل کسی برخورد بکنید، شما میدونید کسی بسیار ریلکس و اونمو عادت های کوچک چیز اشتوکانه رو با اونم میتونید بنمایش بدید. اما یک آدمی کلانی وقتی که پیش شما میاد، خب نمیشه شما باز با او هم مثل یک آدمی چی یک اشتوک برخورد بکنید. یه نظر به محیط برخورد ما شما فرق مونه و باید ما شما چی است برخورد های خودت چی کنیم، اصلاح کنیم. مثلا بعضی از آدم های کلانی که پیش شما میه و اونا خوش ندارن که به نام اولشون صدا کنن. مثلا یک نفر وزیر از پیش شما میه، نامش فرسکو چی باشد، خب بسم الله خان، خب او خوش نداره که شما بسیار سطحی به او برخورد کنید که بسم الله خان چی شده تو را. نه، اونا خوش دارن که یک مقدار خب جناب وزیر شما را چی شده یا مثلا آقای بسم الله خان. خب یک مقدار شما باید این موضوعات رو درک بکنید. بعد وقتی که شما میخواین صحبت کنین با مریضتان، کوشش کنین سوالاتی باز پرسانی کنین. مثلا مریض بگین که How can I help you today؟ من امروز چی کمک شما را کرده میتونم. شما تشویق کنین مریض اول صحبت بکنه، به شما بیشتر حرف بزنه. مثلا میتونین بگین که What has brought you along to see me today؟ مثلا چی باید شده که شما را امروز نظمه بیاره اینجی و یا از باید چی شما اینجا آمدین، چی مشکل دارین. شما میتونین سوالا را یک قسمی به مریض خود چی کنین، پرسان بکنین. بعد گرفتن اینفارمیشن از مریضه. خب ما شما مریض میه شاید خیلی از معلومات های
غیر ضروری باشه که به ما شما بده، اما مهمه که باید ما شما سمارت باشیم، باید ما شما ذکی و چالاک و بریو باشیم که بتونیم آنچه را که ما ضرر داریم از مریض بگیریم و آن معلومات و دیتاهایی که به درد بخور ما شماست و ما را به بیماری یا به مرضی به خودی دیزیز نزدیک میکنه باید چی کنیم برسیم. این یکی از وظیفه های داکتر نمیست که چی کنه از مریض معلومات رو بگیره که دکتر نزدیک به بیماری بکنه، نزدیک به خود اونمو علت مریضی بکنه، علت مریضی رو پیدا بکنه. ببین یک دکتر برای اینکه به تشخیص برسه، برای اینکه بتونه یک بیماری رو تشخیص بکنه، سه کار باید انجام بدن یا سه کار معمولا انجام میده یا با استفاده از نظامی سه کار ما شما به تشخیص میرسیم. اول هستارتیکینگ، یکی اخذ تاریخچه خیلی مهمه که شما از مریض به تاریخچه بگیریم، اخذ تاریخچه است خیلی اهمیت دارد، شما از مریض به تاریخچه درست بگیریم. بعد فیزیکال اگزامینیشن، بعد از اخذ تاریخچه بدیم شما مریض معاینه فیزیکی بکنیم، فیزیکال اگزامینیشن انجام بدیم. و بعد موضوع سوم اینوستیگیشن است، اگر ما شما با استفاده از معلومات که از تاریخچه گرفتیم و معاینات فیزیکی را انجام دادیم اگر ما به تشخیص نرسیم، اینجا لازم است که یک تعداد آزمایشات لابراتواری یا معاینات لابراتواری را به مریض توصیه بکنیم، اینوستیگیشن بکنیم. ما کل دیتاهایی را که از اینا کس بدیست میاریم، پالوی همدیگه جذب، پالوی همدیگه میگذاریم و بعد به تشخیص میرسیم. مثلا یک نفره که هپاتایتیس داره، خودش میاد میگه خب من چیست بیشتایی دارم، شکم درد شدیم، درد شکم دارم. خب اینا اعراض یک حکایه که از شما در باره زمانش پرسان میکنه که چند زمان شده که شما دل بدی برتون پیدا شده و یا درد شکم دارین. بعد شما این تاریخچه از مریض گرفتین، خودتون معاینه میکنین مریض، اسکلرای مریض میبینین که زرد شده، جایندیس داره. بعد شما میبینین که میبینین آیا ارگانومگالی داره نداره، آیا احشای بطنیشه یا اعضایی که در داخل شکم یا بطنیش وجود داره بزرگ شده یا نشده، ارگانومگالی داره نداره، اینو میبینین. بعد شما معاینات لابراتواری میدین، لیور فانکشن تست میدین، ال اف تی میدین. بعد الفتی مریض می یک سری انزایم ها بلند، سری بیلروبین افزایش پیدا کرده. خب اینجا دیگه شما میفهمین خب مریض در تاریخچه اعراض داره، در معاینات فیزیکی شما جایندیس پیدا کردین، ارگان میگلی رو پیدا کردین، بعد معاینات لابراتواری دادین. مثلا شما به مریض خود دار معاینات لابراتواری دادین و معاینات لابراتواری هم کانفرم میکنه که مریض سری انزایم هاش اب نرمال است، سری بیلروبینش بالاست، با شما میتونین التراساوند توصیه کنین. خب کل این دیتاهایی که از سه کار، از تاریخچه گرفتن، از معاینه فیزیکی و از اینوستیگیشن بدیست آوردین، کلش پهلوی همدیگه قرار میدین و به تشخیص میرسین که خب مریض ما شما چی است؟ مریض ما شما هپاتایتیس است. یعنی ما برای تشخیص این سه کار حتما انجام میدیم و با کمک این سه کار به تشخیص مرض میرسیم. همیشه وقتی که شما با مریض صحبت میکنین متوجه بشین که زبان رو استفاده کنین که برای مریض عام فهم باشه. نکته دیگه که به شما در نظر بگیرین که به مریض باید به حرفای مریض گوشی داشته باشین، این اکتیو لیسنر باشین و شما خیلی کوشش کنین مریضی که قصه میکنه حرفایشو میزنه به دقت گوش بتین، یعنی یک شنونده خوب باشین تا مریض بیشتر قصه های خود به شما بگه و اعراض را به شما بگه. علاوه بر این در زمان ملاقات وقتی که شما اطلاعات از مریض میگیرین، نان وربال کامیونیکیشن داشته باشین با مریض و این خیلی مهمه، نان وربال کامیونیکیشن یا ارتباط غیر زبانی با مریض. شما با چشم خود مریض درست ارزیابی بکنین زمانی که صحبت میکنه، لیول آف کانشس شو ببینین، سطح شعورش رو ببینین، وضعیت شعوریش چه رقمه، دستریس شو ببینین. مثلا نشه که یک وقتی مریض خب میگه من درد صدری دارم و بعد میبینین دستریس تنفسی داره، زجرت داره، وضعیت شعوریش هم داره خراب شده، و بازم شما حرف زدن بود ادامه بدین، مریض شما در اینجا چیست ببرین و مریض استراحت بستر بدین و بهش کار بیشتر انجام بدین. یعنی نان وربال کامیونیکیشن هم خیلی مهمه که شما چیست کوشش کنین رفتار مریض تحت نظر داشته باشین، رفتار مریض میتونین تغییر بدین و همچنان به باج لنگویج مریض نگاه بکنین. موضوع دیگه هندلینگ سنسیتیو انفورمیشن اند ترد پارتی،
بعضی از معلومات های حساس و سنسیتیو و متوجه باشین، باید اونا را دقت بکنین بهش. و همچنان ترد پارتیه، یعنی ترد پارتی شخصی سومی که مریض با مریض وجود داره، یکی شما هستین مریض است و یک پیواز مریض است، یک چیز خود اینمی اقاریب مریض است و این خیلی مهمه. متوجه باشین وقتی یک داکتر مریض معاینه میکنه چیست، محرمانه بودن یا محرمانه بودن راز مریض خیلی مهمه. Confidentiality is your top priority. مهمترین اولویت یا تاپترین اولویت یک دکتر محرمانه بودنش است، که راز یک مریض باید محرم باشه پیش دکتر. و این خیلی مهمه که شما رازدار خوبی باشین. بعض یک تا سوال هایی هست که شما چی هست؟ اینا خیلی سوالات خصوصی هست، سوالات رازداری هست که شما قبل از پرسیدن سوالات خصوصی شما باید چی بکنید؟ از مریض اجازه بگیرید. مثلا در جوامع سنتی، در جوامع اسلامی اکثرا مردم، خصوصا مردا، خصوصا زنا، وقتی پارتنرهای جنسی داشته باشن خوش نداره در برای پارتنرهای جنسیشون با دکتر صحبت کنه. مثلا یک مریض می پیش شما چی هست؟ مشکوک به UTI هست و شما به STD Sexual Transmitted Disease مشکوک میشین. خب شما مشکوک به گونوره میشین یا دیگه امراض Sexual Transmitted Disease. خدا این بهتره، خیلی ضروره برای یک دکتر که بفهمه آیا این شخص مولتیپل چه پارتنر دار نداره. خب این نمیشه شما در مقابل ترد پارتی پرسان بکنین و هیچ وقت در مقابل یک فرد سیومی دکتر چه مریض حاضر به گفتن این گپ ها نیست و این راز ها نیست. شما از مریض باید پرسان بکنین در من یک دو سوالات خصوصی دارم که به شما پرسان میکنم، آیا شما در موجودیت از شخص راحت هستین یا نیستین. بعد برشون بفهمینین که خب این سوالات خصوصی که من شما پرسان میکنم در قسمت تشخیصی مرض شما و در قسمت تداوی مرض شما خیلی ما رو کمک میکنه و این خیلی اهمیت داره. و شما باید بتونین که اعتماد به دست بیارین و مریض مطمئن بسازین که شما رازدار خوبی هستین و آنچه که مریض میگه به شما میمانه. بعد درباره ترد پارتی است که خودی ترد پارتی هست یا شخصی یا پایواز مریضی که با شما آمده، شما باید بفهمین این شخص کی هست، رابطش با مریض چی هست، ای اقارب مریض از ای چی میشه. و بعد گپایی که درباره مریض مگایق هست باید شما متوجه بشه آیا مریض خودش خبردار نداره از ای گپ. شما گوی وقتا میتونین خیلی بعضی از اطلاعات از اقارب از ترد پارتی که درباره خود مریض بگیرین. مثلا گاهی وقتا مریض خودش درباره امراض روانیش صحبت نمیکنه، درباره سکشوال ابیوز و استفاده از دواها استفاده نمیکنه یا معتاد بودن به الکل. هیچ وقت مریض اکثر در جامعه سنتی به گپا توجه نمیکنه یا کمک نمیکنه. پس شما میتونین از شخص سوم معلومات بگیرین. پس محرمانه بودن ای گپ خیلی مهمه که یک دکتر محرم خوب باشه. بعد شما نکته دیگه که در یک ملاقات طبی یا یک ویزیت طبی دکتر باید به او بپردازه درباره منیجینگ پیشنت کانسرن، باید شما درباره چی؟ درباره نگرانی های یک مریض چی هست آگاهی داشته باشین و بتونین اون نگرانی های یک مریض رو درباره بیماریش شما مدیریت بکنین، درست مدیریت بکنین. در یک ملاقات طبی خیلی خوب است که مریض دکتر یا پزشک باید دریافت بکنه و یه بفهمه چیز احساس مریض درباره بیماریش و همون قسم مفکوره مریض درباره از این مریضی باید درک بکنه که چی آیدیا داره. و همچنان دکتر باید توجه بکنه به سبک رویش زندگیش، ده وظیفی شخص و همون قسم به توقع مریض باید شما توجه داشته باشین که مریض شما از این ویزیت، از این تداوی که شما انجام میدین چی توقعات داره و شما بتونین تا اندازه‌ای کوشش کنین توقعات مریض چی بکنین برآورده بکنین. این یک دکتر در یک ویزیت ضرور است بفهمه که یک مریضش از اینا چی توقعات داره و به اونا هم یک مقدار توجه داشته باشن. ببینین showing empathy، خب empathy ببینین MT is the ability to identify what and understand patient experience. خب این متوجه باشین اینمی MPT خودش یک ability هست که دکتر به مریضش نشان میده که داره مریضش خوب سه درک میکنه یا توانمندی ای را داره که آنچه که مریض میگه و در آن محیطی که مریض قرار داره
او وضعیت را خوب سه دکتر درک میکنه و دکتر دقیقا میفهمه مریض چی میگه، مریض داره چی میکشه و مریض در چی وضعیتی قرار داره. و هرگاه شما بتونین اینمی حس به دکتر به مریض به وجود بیارین که دارن مریض خوب سه بهش توجه میکنین و مریض خوب سه درک میکنین، مطمئن باشین که مریض به شما توجه جدی داره و به شما اعتماد میکنه و به شما حرفای که لازم است به شما معلومات های ضروری را ارائه میکنه. بعد درباره بعضی از گویدگی که دکتر باید متوجه باشه، درباره کلچر سنسیتیویتی هست که باید حساس باشه، درباره حساسیت هایی که در بعضی از کلچرها مردم در مقابلش حساسن، اونا باید در نظر بگیرن. مثلا آی کانتکت، مثلا یک دکتر اگر پیش یک خانم، یک دکتر یک دختر بیا، اگر برای یک مدت دوامدار، برای لانگ پریود، برای چند دقیقه اگر باید مستقیما چشم به چشم نگاه کنن، یک مقداری چیست معمول نیست و مردم یک آیدی منفی در بارش چیست پیدا میشه. بعد درباره تچ، درباره تماس با مریض خیلی مهم است که گاهی وقتا خصوصا جنس های مخالف در کشورهای سنتی اگر باشن خیلی چس حساسن مردم و ممکن درباره فاصله ها، پرسنال اسپیس مردم خیلی مهمه که یک قسمت ها رو باید با شما خیلی مواظب باشیم و متوجهش باشیم. نظر به هر کلچر فرق نکنه، شما خودتون میفهمید. و درباره صحبت کردن درباره بیماری خودی مریض است، ما وقتی فهمیدیم که مریض ما شما اینی مشکلات داره، پس چی رقم درباره بیماری با مریض صحبت کنیم. متوجه باشین که شما یک به یک به شکل غیر به شکل خیلی شدید نباید مریض از بیماریش آگاه بکنیم. مثلا یک نفر سرطان مری داره، شما وقتی که میبینین اعراضش میبینین خوریگاچ تشن داره و بعد از تکمیل معاینات شما چس اندوسکوپی میدین و اندوسکوپی میگه خب مر شما چس خود ازوفاجیال چس کارسینوما داره، خب شما نمیشه که مستقیما دفعتا به مریض یک به یک بگوین که خب شما سرطان مری دارین، وضعیت خیلی خرابه. ای واقعا مریض یک بگ چی میکنه؟ خراب میکنه و مریض تحمل این وضعیت نداره، قبول کردن این وضعیت، نشنیدن این وضعیت نداره. از او خاطر بهتره که شما اونمون معلومات هایی که درباره بیماری مریض وجود داره شما اونو را به تکه های کوچکتر تقسیم کنین و کم کم به مریض بگوین و مریض قسم آگاه بکنین که مریض آماده تحمل کردن این معلومات چیه باشه. یعنی شما باید وضعیت مریض درک بکنین، نگرانی‌های مریض درک بکنین، توقعات مریض درک بکنین و بعد به شکل چی؟ به شکل منطقی و به شکل سنجیده شده درباره بیماری مریض با بیمار معلومات بدین. موضوع سلاید آخر ما شما درباره concluding the contract، وقتی که مریض آمد شما تمام گپا رو گفتین، معاینات خود انجام دادین، خب به نتیجه رسیدین، حالا چه رقم جنبندی میکنین؟ این جنبندی و آخرین ثانیه های ویزیت دکتر خیلی مهمه. اول شما متوجه باشین که از مریض خود پرسیدن کنید آیا کدام سوال دیگه درباره بیماری باقی مانده که از ما پرسیدن بکنید، این را به مریض بگوین که کدام سوال دیگه از شما داره نداره. و درباره پلان و عملی نمودن تداوی با هم دیگه خیلی صحبت کنین. متوجه باشین در کشورهای عقب مانده در جهان سوم، خصوصا در افغانستان، شاید در اینا هم معمول رقم در کشورهای تاجیکستان و ازبکستان و کسایی که فارسی زبانه که ویدیوی من میبینن، متوجه باشین که شما باید مطمئن شوین که دوایی که به مریض توصیه کردین آیا درست فهمیده که چی گونه استفاده بکنه یا نه. درباره اینمی چی از استفاده نمودن دوا و پلان تداوی تاکید بکنه. هر قدر که شما تأکیدی بی داشته باشین مریض خوبتر میتونه دوایش استفاده بکنه و دوایش وقتی که منظم استفاده شود و در وقتهای معین استفاده شود نتیجه بخش است و تداوی شما نتیجه میده. و آخرین گپ درباره فالوآپ است. شما خیلی از مرزا فالوآپ کار داره، شما باید بگوین به مریض شو که چی وقت دوباره برای فالوآپ بیه و مریض باید فالوآپ بکنه. یعنی خیلی وقتا هست که در یک نسخه مریض جور نمیشه، خیلی از امراضی است که به شکلی دوامدار مریض به معاینه کار داره. اکثر از دکترها متاسفانه درباره فالوآپ به مریض صحبت نمیکنن و نمیفهمن به مریض اهمیت فالوآپ، نمیفهمن به مریض به شما بفهمن که خب اینی مریض یک مریض طولانی، مثلا یک نفر CHF داره،
او هست برش. مثلا یک نفر هایپرتنشن داره، خب این هایپرتنشن هست، مثلا یک نفر دیابت داره، بهش باید بفهمین که مرض شکرید دیگه با تو هست، تو زندگی کسی با تو هست، منظم تداوی کار داره، شما به فالوآپ نیاز دارین و باید هر سه ماه بعد فرض که شما کسی حتما بیاین، هر یک ماه بعد کسی شما حتما با نسخه و معایناتتون بیاین و فالوآپ انجام بدین و اهمیت فالوآپ شما به مریض سنتی من چه بگوین تا مریض درک بکنه که شما دارین چی میگین و چقدر اهمیت داره فالوآپ برای صحتمندی مریض. خب تشکر از توجه شما. این بود در بحث اول ما، شما درباره مدیریت یک ملاقات طبی، در جلسه دوم ما شما درباره هستارت چکینگ صحبت نیم و بعد درباره معاینات فیزیکی. تا دیدن بعدی همه را به خدای پاک و مهربان میسپارم.